Jean. مهتاب خوبی تو؟ تو از کجا فهمیدی؟ خوب مریم به تو همینطور خوش اومدی. خب پس عرضه نداشتی این برده تنبل منو یه تکونی بدیم پاشیم بیاین خرمشهر عروسی ها. تو که داداشتو میشناسی که عطای همه خبرها رو جوجو داد. نمیدونستم که این میرسی، وگرنه زودتر میامدم، الانم دیر نشده. خودتون نمیشه گفتین ارتش و نظام چون و چرا نداره اطاعت محضه. حالا میخوام بدونم اگه از شما بخوان یه وقت خدایی نکرده مثل بقیه نظامی ها برید جلوی مردم وایسین و بهشون شلیک کنین، شما جوابتون به موافقتون چیه؟ میتونین بهش بگین من شلیک نمی کنم؟ هر وقت ازم خواستم در موردش فکر میکنم. بابا جون الان باید بهش فکر کنی. من نمیخوام رو در مردم بایستی. نگران نباش میری، من که دیگه نه لباس نظامی میپوشم نه مجبورم اسلحه ببندم. برو اسلحه خونه خودتو معرفی کن، اسلحه تو تحویل بده. اگه اون کسی که بگین اسلحه رو تحویل داده بود نگفته بود باعث حرفش این باید جنازه یک انقلابی رو تحویل بدی؟ تقاضای استعفا، اونم تو این شرایط کمتر از تمرد نیست. ممنون، میدونم، اما چاره دیگه ندارم. خدا بیامرز محمدو، اون برعکس همه تون رفیق واقعی بود. بهتر از همه تون منو میفهمید. آقا سعید، دشمنی تو با من به خاطر این نیست که بابا اونجوری کارهای خلاف پدرتو گرفته؟ کی داری زره مفی زنی؟ بابا ولش کن سعید، میگم ولش کن، بستش سعید. ببینم کی با تون کارو کرده؟ از آقا امین خودتون بپرسی. چیزی نشده. چیزی نشده؟ چیزی نشده اینجوری زدن لطو پارت کردن؟ دعوا سر تو بوده. سر من؟ بله، با بچه های محل داشته حرف میزده، مجبور شده از تو شغل دفاع بکنه، کارشون کشیده به کتک و کتک کاری. حالا آره بابا، فرخ جان کجا داری میری؟ پول رو یادت رفت بذاری بابا. ای امان، امروز میخوام برم خرید، دو روزی که مدرسه باز میشه اینا هیچی ندارم. ببخشید نبوسم پرد شد. نباشم خسته؟ نه چی؟ خسته؟ خصوص بازی در نیار، برو دست. چند لحظه تشریف داشته باشی معنا خدمت میرسیم خواهر من اونو بفهمیم بشینید ببینم برجا بفهمیم. خب بچه ها، دبیر ریاضیتون خانم امنی رو بهتون معرفی میکنم، خانم کلاس تحویل شما. خیش هرس. سلام. سلام.
به به، چه خط زیبایی. این خط زیبا کار کیه؟ کیمیا. کیمیا کیه؟ آفرین. خب بچه، سال جدید تحصیلی رو با هم دیگه شروع میکنیم. دورت بگردم، تو کی پاشی بری مدرسه؟ اون باید که شما اینو زدی کنار، قربون اون شکل ماهیت برم من عزیزم. کجاست؟ شستم رو بنده. مری این که هنوز خیست. مری یه جوراب دیگه داری؟ برای توضیح میدم. دروغ گفتی به من؟ نه، من هیچ وقت به تو دروغ نمیگم. از این چی؟ وگه نگفته بودی اصلای تحویل نمیگیری؟ قایمش کردی؟ چه حرفی میزنی؟ چند روز این اصلای اینجاست؟ مجبور شدم دیگه، چند روزی میشه. هر روز صبح با خودت میبری، عصر میری میذاری اونجا را؟ نه، اگه لازم باشه با خودم میبرم. لازم بشه؟ مگه لازم هم میشه؟ استفاده کردی ازش؟ نه بابا، چه استفاده؟ خب مجبورم بعضی روزا ببرمش که اگه موافقم خواست من نشونش بدم. امروز میبری دیگه برش نمیگردونی. مهری این چه حرفیه؟ مثل اینکه یادت رفته. بابا من یه نظامیم. تو یادت رفته؟ گفتی دیگه نمیخوای نظامی باشی. یادت رفته؟ یادت رفته؟ هری تو چرا سرسوری قشقرق برام میندازی؟ منظور چیه من نظامی نباشم دیگه؟ ها؟ بابا من گفتم استعفا دادم. استعفا دادنم طول میکشه، به همین راحتی که نیست. مهری با تو هم ها؟ ولی چرا بغ کردی؟ چرا حرفی نمیزنی؟ من حرفمو قبلا میزدم فرق. آره؟ تو همیشه حرفاتو میزنی، اما هیچ وقت شرایط منو در نظر نمیگیری. شرایط تو کدومه؟ ما منو تو داریم. 20 سال پای هر بدبختیت وایسادم. آقا جان یک کلمه بگو عاشق کارمم، نمیتونم ولش کنم. خیال منو راحت کن فرخ جان. مری کار من به کنار، ولی منو بدبخت باید خرج و مخارج این زندگی رو بدم یا نه؟ تو نگران خرج و مخارج زندگی من میرم کار میکنم، تو اجازه میدی؟ کار؟ بله. تو این شرایط؟ بله. کو کار؟ مگه تو خورم شر کار نمیکردم؟ اینجا چمه؟ شلم، کورم، کرم. خیلی خوب، خیلی خوب. یک کلمه، تو مشکلت با این اصله هست؟ تا هنوز نفهمیدی مشکل من چیه؟ مشکل من با این جامعه است. جامعه‌ای که دو روز دیگه کیمیا و کیوان میخوان برن توش زندگی کنن. فرخ جان مردم این رژیم و حکومت رو نمیخوان، صف بستن جلوش. تو ازم بگو ببینم تو کدوم صفی؟ با اینقدر شعار نده، صف کدوم؟ من اصلا این حرف رو قبول ندارم. قبول داری یا قبول نداری، به همین محله خودمون نگاه کن. ببین چه رفتاری با ما میکنن. سنگ میزنن شیشمونو میشکنن، بچه‌مونو کودک میزنن. خیلی خوب، خیلی خوب، اینقدر هرس نخور. من میرم این اسلحه رو تحویل میدم. فقط تو یه بهونه برای من بتراش که کار دستم نده. بهونه نمیخواد، من تو تازه استعفا ندادی. بهونه دیگه برای چی؟ بابا من استعفا دادم، ولی نه از روال عادی و معمولیش. نه این چی بس، از چه روالی؟ حالا حالا نداره، میگم از چه روالی؟ گیر دادی سر صوبیا. گیر دادم؟ باشه، قبلا بهت گفتم کار درست شد، درست شد. نشد
من بچه‌امو برمی‌دارم میرم خرمشهر. خواستی بیای خواستی نیای. دیگه خودت می‌بینی. انتخابش با خودت. انتخاب چی؟ یعنی من باید بین زندگیم و شغلم بعد این همه سال انتخاب کنم؟ خود دانی آقا فاروق. چیکی افتادی مهمون حسین؟ بینه رو بپوش مهتون. دست درد نکنه. سلام علیکم. سلام آقا فرخ. خوش اومد. خوب هستین؟ ممنون. مرسی. بچه ها کجا؟ بچه ها مدرسه. آها، اول مهر اصلا یادم نبود. دوست دارن تهرانو؟ اولش مصیبت داشتیم. ببخشید مهتاب خانم، من دیرم شده، باید برم. آقا فرخ، میشه خواهش کنم بمونی؟ من اومدم شما به هم کمک کنی. من هستم، خودم بهت کمک میکنه. نه آخه، کاریه که فقط از ایشون برمیاد. بفهم. این همه سال خبر درست حسابی که از آرش نداشتم، ولی تازگی ها فهمیدم که یک سال ایرانه پیش مشفق. مطمئنی تا آخه؟ آره. کجا سالون پس؟ خب مشکل همینه دیگه، نمیتونم پیداش کنم. کسی هم که خبر آورد گفت قراره دوباره آرش و مشفق برن خارج. مشفق ترسیده، مثل همه همپالکیاش داره فرار میکنه. من نمیخوام این دفعه آرش رو از دست بدم. خب چرا از شوهرتون منوچهر خان نمیخواین که بره پیداش کنه؟ منوچهر خیلی وقت پیش دنبال این قضیه بود، منتها به نتیجه نرسید. آره، ولی هیچ خبر درست درمونی که نتونستیم بگیریم. من فقط یه رد و نشونی از آرش میخوام، شاید بتونم جلوشو بگیرم نره. الان فرخ چیکار میتونه بکنه؟ آقا فرخ، شما تو دستگاه بالاخره هستین دیگه، یه آشنایی، یه دوستی، کسی رو میتونی پیدا کنی که یه ردی از آرش من بگیره. به خاطر من. چی بگم والا؟ به خاطر یه مادری که 20 سال بچه‌شو ندیده. الان باید 26 سالش باشه. الان دیگه مردی شده بس خودش. آقا فرخ، مشفق الان دیگه مشفق سابق نیست. کرکوبرش ریخته تو این اوضاع احوال، مثل همه اونای دیگه. مهتاب جان، من از طرف فرخ قول میدم هر کاری که بشه برات بکنم. نه؟ مرز ببینم چی کار میتونم بکنم. میدونم کار سختیه، اما تو کمکم میکنی نه؟ به نظر میرسه خیلی تحت فشاری فرخ. آره بلا تکلیف موندم، نمیدونم با این اسلحه چی کار کنم. مری حق داره، خیلی از کارا که از من میخوان از عهده من بر نمیاد، نمیتونم انجامش بدم. جالبه، خیلی دوست دارم این مهری خانمو بعد از چند سال دوباره ببینمش، مخصوصا الان که این رفیق ما رو تحت فشار قرار داده. مهری از هر کسی دیگه روحیه من بیشتر میشناسه، برای همینم پاشو کرده توی کفش و ازت میخواد که استعفا بدی. شهرام، فکر میکنی میشه کاری کرد؟ شاید بشه، ولی اوضاع خیلی خرابه. من که آدم سیاسی نیستم، اما داریم میبینی مردم تصمیم خودشونو گرفتن. تصمیم؟ منظورت تغییر رژیمه؟ نه، خب خودت که از شعارها و خواستای مردم خبر داری. بیچاره اله حضرت که ماش مفت خوره اجنبی پرست دور برش رو گرفتن و دارن چهرش رو خراب میکن. آقا مردم هم همه تقصیر رو میندازن گردن شاه. من نمیفهمم، ولی مگه میشه شخص اول مملکت نفهم زیر گوشش چه اتفاقایی داری میفته؟ عجب آقا فرخ، شما هم برخلاف ادات کلت کم بوی قرمه سبزی نمیده. نه من نرش کن. خب میگم بیان اصله رو تحویل بگیرن ازت. تو هم تو این فرصت اسناد و مدارک تو جور کن، شاید بتونم برای استفاد کاری بکنم. چشم، دست شما درد نکنه. من حتی شرمنده هم، خواهش کوچولوی دیگه هم ازت دارم. چوب خطه داره پر میشه همو فرخ، چطوری میخوای این همه محبت رو جبران کنی؟ من چه کار میتونم برات بکنم؟
کارهای بزرگ به وقتش. ای آقا شهرام، من این نظامی جزم، چه کاری از دست من ساخته است؟ خودتو دست و گم نگیر فرخ. خیلی خوب، ولش کن. حالا بگو ببینم از من چی میخواه. نکنه باز بیژن تو زندان دست گل به آب داده. من که انتقال شدم بند عمومی. نه نه، موضوع اون نیست. من دارم دنبال یک کسی میگردم که ظاهراً تو کار واردات قطعات ماشینه. کی؟ چه کارش داری؟ والا برای یکی از فامیل میزونی خورده موضوع خانوادگیه. آه باشه، نشونی یه نفر رو بهت میدم که میتونه پیداش کنه. بگو که از جانب منی. چشم، دست درد نکنه. همکار سرگل که نیستی؟ هستی؟ خیر قربان. حالا اون بابا چی کار کرده که سرگل دنبالشه؟ سرگل دنبالش نیست، من خودم دنبال آدرسشم. پس موضوع امنیتی نیست. خیر، به هیچ عنوان. اگه لطف سرگرد نبود هرگز من یه همچی کاری نمی کردم. ممنون، دستون درد نکنه. اون به گردن من و پسرم خیلی حق داره. این روزا گرفتن معافی کار راحتی نیست. بله، سرگردم همیشه از شما خیلی تعریف میکنم. خب، سلام منو به سرگرد برسون. چشم. شرکتم به نام خودش ثبت نشده. چطور؟ من اون چندتایی رو که هست تو این نوشتم، نشونیاشون تو این هست. دست شما درد نکنه. بله. امنی نداری؟ آقا من خیلی زحمت کشید. امنی فرمایید. خدا حافظتون. سلام پدر. علیکم، بفرمایید. شرکت آریا، آقای مشفق، طبقه دوم دیگه. بله بفرمایید. شما ببخشید. ممنون. حالا اینا پدر. خواهش می‌کنم. ممنون، تو هم خسته نباشی. خوب نکرم، رفتم در خونتون، کجایی تو؟ کجام؟ خرید. میگم، میخواستم بهت بگم ما با این زنای همسایه داریم یه کارایی میکنیم واسه کمک به یه سری از این خانواده ها. خب خواستم بگم نظر چیه؟ دلت میخواد تو این کار خیر شریک باشی؟ میتونیم روت حساب کنیم؟ من خودم در به در دنبال کار میگردم. کار واسه چی؟ چه میدونم با؟ چه جور خانواده هایی هستن؟ همین خانواده‌های زندونی سیاسی. نگه دلم نخواد، ولی خیلی واسه فرخ درد سر میشه معصوم. میدونم حق داری، ولی میری جان اصلا دلم نمیخواد تو رو در بستی بیافتی. هر جور خودت صلاح میدونی. خداحافظ. قربونت برم. خداحافظ. سلام مهری خانم. سلام علیکم. انتظار دیدن ما اینجا نداشتید نه؟ حق دارید، ولی بالاخره هرچی که باشه ما یه نسبت فامیلی با هم داریم نه؟ بله، این نسبت های فامیلی که شما میگید آقای کامفر خیلی وقت گم و گور شده. پس باید از آقا فرخ ممنون باشیم که باعث شد این دیدارها تازه بشه. بله بفرمایید. گل برای چی فرخ که خونه نیست؟ ایشالا هر وقت مات من بهش میگم که شما تشریف آورده بودید. فرخ خواسته های بزرگی از من داره، البته بیشتر به خاطر شما. خواسته هایی که تو این دور و زمونه معمولا کسی واسه کسی انجام نمیده، اما قرار من این خواسته ها رو عملی کنم. می‌بینی که همچین نسبت فامیلی هم گم و گور نشده مهری خانم. خودشون بود. خب
بله میبینید که من همچین بیخبرم نیمدم. سلام. سلام آفرو. سلام مهدی. خیلی وقت شد اومدی، وگرنه نسبت فامیلیمون داشت فراموش میشد. بله بله بفهم بفهم. یا الله. سلام بابا جون. سلام بابا. خسته نباشیم. آقای شهرام کنم خواهر شما. سلام. سلام. دختر باهوشی داری فرخ. ممنون. هرچی بهش گفتم که ما یه نسبت فامیلی با هم داریم بازم حاضر نشد من تو خونه راه بره. ببخشی من نمیشناختم. البته کار خوبی کردی. این روز آدم نباید به چشمای خودشم اعتماد کنه، چه برسه به یه غریبه که من باشم. ولی فرخ کاش به دخترت میگفتی که من سوای نسبت فامیلی دوست قدیمی خانواده هم هستم. خب بله اون که حتما. کی میام مامان جان؟ ببخشید. خیلی خوش اومدی. منزل خودتون راحت باشی. بله تو موقعی که اینجاست برو تو اتاق بیرونم نیا. چرا؟ مگه این آقای فامیل نیست؟ مگه ما همون امثال این آقاها نه فامیلن نه دوستان نه آشنا نه حق دارن دیگه پاشنو بزن تو خونه ما. من که در باز نگم بابا روش داده تو خونه. خیلی خوب. خب پس دوست بابا اصلا بود نیست. دوست بابا نیست. شرمتون ببخش باید لحظه. اما یه بیژن که هست دیگه. چرا شما تو اومدین اینجا چی میگین؟ بله یه چایی بزنی چرا من خدا بابا من چه بیدونم اصلا. مری امروز کلی وقت گذاشتم اون رفتم دنبال کار مهتاب خانم. نمیخوای بپرسی چی شده؟ بابا آدرس شرکت مشفق رو پیدا کردم. تازه رفتم پرسجو هم کردم فهمیدم که رفتن خارج ولی به زودی بر میگردم. به جان خودم این خبر به مهتاب بدی پر در میاره. ولی خواهشم یه کاری بکن برم چه چیزی نفهمه. میگه به خاطر کاری که من تو خواستم باشت اومده در خونه ماره؟ میدونم تو ناراحتی حقم داری ولی من رو همون خبر نداشت که میخواد بیاد در خونه من. آدمی که گفتی قرار کمکت کنه شهرام کانفره. وا ویلا. آره خودشه. همین بود که آدرس مشفق رو برای من پیدا کرد. کله بابای مشفق. من به مشفق چی کار دارم فرخ جان؟ تو رفتی به این مرد که چی گفتی معلومه؟ چیزی که تو خواستی. من به تو گفتم به سراغ کسی که من 2000 ارزش براش قائل نیستم که اینم پاشه امروز شال و کلا بکنه خوشحال با دسته گل بیاد در خونه من وایسه. بابا به من چه؟ من دنبال کارهای مهتاب خانم بودم. زنگ زد گفت میخوام برم مدارک استعفاتو بگیرم. منم مثل بر خودم رسوندم که پاشو نذاره تو خونه من. فرخ جان داری تو چاله میفتی تو چا به خود. با چاله کدومه؟ چا کدومه؟ یادت نیست از من یه کاری خواسته بود من قاطع بهش گفتم نه؟ ولی با این حال بند خدا داره کمکمون میکنه. اون از قضیه بیژن این از آدرس مشفق الان هم که داره از لباس نظام منو خلاص میکنه. مگه تو همینو نمیخواستی؟ دلت خوشه این سواکی پدر سوخته واسه زن برادر بیچاره خودش یک قدم خیر تو زندگی بر نداشت. حالا شده خیر خواهد تو. بابا تو بی خود به این بدبخت بدبین شدی. من بی خود به این بدبخت بدبینم بعد از اون همه کسافتکاری که در حق همه کرد. من بی خود بدبینم. آروم باش آروم باش. آخه از من تو استوار جز اصلا چه کاری برمیاد که برای آقای شهر میکنم برنجام؟ من نمیدونم آقای استوار جز. من فقط میدونم که شر این مدتی که نباید به تو زندگی من برای بحانه جور کن لششو از این در ببره بیرون فر. باش باش تو آروم باش. من قول میدم این بار اول و آخرش که پاش میذاره تو خونه ما. ولی الان مهمونه. مهمونم حبیب خداست. باید یه لیوان آب بذاریم جلش یا نه؟ شهرام حبیب خداست. این اصلا میفهمه خدا کی هست؟ خدا چی هست؟ مهمون دعوت کردی فرخ جان. خودت هم مرادش پذیرایی کن. من نمیتونم. نمیتونم. ظاهرا مزاحم شدم. چه حرفی آقا شهرام. منت گذاشتی. بفرمی.
خیلی خوش اومدی. خانوادت خودشونو از من مخفی میکنن، البته تقصیر منه که بی دعوت اومدم. شرمنده، انتظار نداشتن، یکم غافلگیر شدم. این خوبه که هوای خانوادتو داری، بهشون اهمیت میدی، ولی بهشون بگو که تو اومدی سراغ من، نه من سراغ تو. بله اتفاقا همیشه ذکر خیر شما هست، من میگم که شما چقدر کمک کردیم به من. اونقدر رسمی با من حرف نزن، پست و درجه و مقام و مرتبه رو بذار کنار، ما با هم رفیقیم. نه ما هنوز کارهای بزرگتری داریم که بخوایم با هم انجام بدیم. انشالله لازم دستون در نگونه، ما قابل این حرف نبودیم، شهرمنده کردی. خیلی خوب، حالا برو مدارک تو بیار که داره شب میشه. مدارک هم سر دست نیست، باید جمع جورشون کنه. عیب نداره، ولی اینو بدون که یکی دو ماه طول میکشه، آخه میدونی که کار کوچیکی نیست. بله بله دیگه. من تو این وضعیت زحمتش میفته گردن شما، هر گلی زدیم به سر خودتون زدیم. بفهمی گرم میشه، من برم ببینم میتونم یه ذره یه چیزی بیارم. زندگی گاهی آرامش یه دریا رو داره، زیباییاشو بهت نشون میده، گاهی هم این دریای آروم با یه طوفان به تلاطم میفته. اون وقته که هر کسی به فکر نجاته، یکی چنگ میزنه به یه ریسمان محکم، یکی هم دل میبنده به یه قایق شکسته، قایقی که زودتر آدمو به سمت گرداب هدایت میکنه. پدر من تصور میکرد داره خودش و خانوادش رو نجات میده، در حالی که زندگی ما لحظه به لحظه به گرداب نزدیکتر میشد. کجایی؟ اینو دیدی با ماشین اومده؟ اینو آره، خیلی قیافش برام آشنا بود، فکر کنم اونجا دیدمش. کجا؟ نمیدونم. اینم از دخترامو. کیمیا؟ مامان کجا بودی تا الان؟ سلام. چقدر دیر اومدی؟ مامان کلاس داشتی. ما داریم میریم خونه اکبر آقا اینا. چلم خدا بیامرز محمده. این بچه تو خونه خوابه. حواست باشه بهش. چشم. فعلا. خدافظ. فاتحه‌شاتون نره. خدافظ. فعلا خداحافظ. بیا بیا بریم خونه ما، من کارت دارم. دنبال دردسر نگرد. دردسر چی نیستن دیگه، بیا دقیقه بریم. بیا کارت دارم. بیا نرگس. بیا خب نرگس خانم بگو نگران چی هستی به من؟ من نگران نیستم. نگرانه دیگه بابا، من دیگه باید چی کار کنم که شما به من اعتماد کنین؟ یه ساک پر از اعلامیه و نوار قایم کردین تو پشت بومتون. خب معلومه خودتون تکسیر میکنی. این حرفا جای دیگه نزنی یا برو بابا. تو هم خان طاهری هم تو خرمشهر همین کارو میکرد، نوار تکسیر میکرد پخش میکرد، انقدرم نمیترسید. اون ساک امانتی یکی از دوستای پیمانمون دادیم بهش رفت. آها پس آقا پیمان بهت گفته به من اعتماد نکنین که رفتارت اینجور شده. کیمیا خانم بله این به نفع خودت، درگیر اینجور کارا نشی، میفهمی؟ بابا من اصلا نمیذارم کسی بفهمه، نمیذارم آب از آب تکون. آره میدونم، دقیقاً مثل اون ساک. من بدشانسی آوردم، بعدش هم مامان من که آورد ساک و صحیح و سالم تحویلتون داد، مگه نداد؟ آره داد. خب پس دیگه من یه کار دیگه هم ازت خواسته بودم. آره چه کاری؟ بابات. خب من که با بابام حرف زدم، صد بار باش حرف زدم، به خاطر من رفته استعفا داده. ولی استعفاش هنوز درست نشده. خب طول میکشه، به من چه؟ من که نمیتونم تا وقتی استعفاش درست بشه هیچ کاری نکنم که. به خاطر اونم که شده، نمید دور ور اینجور کار میکنم. چرا نرگس؟ صدای چی اینو بگیر؟ برا سلامتی آقا نکنم سلام. سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. قربونت برم، خوش خبر باشی خاله. خیلی شکرت خانم، از صلوات بفرستین آقا نکنم مازاد از پا قدمش بارونم گرفت. آقا دلمون خیلی برا تنگ شد، خیلی مخلصم. قومت برم چکر شلوخ شده، ولی اصلافت بودایی نکرد. آقا حبیب مسلم خانم چشم همه روشن. آقا حبیب سلام علیکم، خیلی خوش اومدی. سلام مسلم خانم، دلم برا تنگ شده.
سلام علیکم خانم، حال شما خوبه؟ خوش آمدید، خدا رو شکر. خدا رو آقا فرخ خوبه؟ سلام آقا جون، خیلی نوک. چقدر دلم براتون تنگ شده بود. خوشحالم برم، خیلی ممنونم از همه. ممنون از شما. محمد سلام. چطوری خوبی؟ اینم از چایی. دست شما درد نکنه. نوش جانتون عمو جان. پس با این اوصاف من آزادیم و مدیونی مادر و دختر هست. حسابی. پس باید حسابی ازشون تشکر کنه. بله، به خصوص از کیمیا خانم، چون واقعا کار شجاعانه‌ای. بله، با تعریفایی که شما میکنین حتما باید از کیمیا خانم خیلی تشکر کنیم. پس باید خیلی زود بریم سراغشون. خبریه؟ همین. آقا جون، جفای اتفاقاتی که افتاده، آقا فرخ از کیمیا خانم خواسته که ذره کمتر با خانواده ما رفت و اومد کنه. خودتون گفتین. و غیر از اینه. بعدم آقا جون، شما تازه از زندان آزاد شدین. یه موقع براشون دردسر میشه، خوبیت نداره دیگه. حواسم هست آقا پیمان. میذاریم شب میریم سراغشون بی سر و صدا. فقط شما یادت نره، حتما گل و شیرینی رو بگیر. اصلا دادوش خودم میگیرم آقا جون، میرم گل و شیرینی میگیرم، شبم با تون میام. دیگه هم نمیخوام دست آقا فرخ فرولی باشم، میترسم همش منو گیر بیاره. شیشه خونه ما رو کشیدیم. شیشه؟ البته اینم بگم، تو این مدت یه کارایی کردیم، نظر همسایه رو نسبت به این خانواده تغییر دادیم، خدا رو شکر. عمو جان یه خبر جالب، کیمیا میگفت باباش سخت دنبال استفاده دادنه. جالبه. بعدم کیمیا یه خواسته هایی داره که الان راجبش با هم دیگه حرف میزنیم. چه خواسته هایی؟ مربوط داداش پیمانه دیگه. بس همین. خب عمو جون، قرار بود از داداش رضام بگین، دیدینش؟ نه، من توی یه بند دیگه بودم، اما سراغش رو از بچه ها گرفتم. حالش خوب بود، انشالله همین روزا آزاد میشه. امید خدا میشه. مامان بریم دیگه، دیر میشه. پیمان نیمد. پیمان جان. بابا. بله بابا. تو نمیای؟ نه، من یه خورده کار دارم. ولی من فکر کردم. فکر کردین چی؟ یه چی فکر کردم، شاید تو هم بخوای بیا ازشون تشکر کنی بابا. نه شما برید، سلام بهشون برسون. باشه بابا، خداحافظ. برید. یه کاره، همین امروز از زندان آزاد شده، همین امروز هم پاشت اومد خونه ما. میگه آزاد شده یعنی بیگناه بوده؟ من همچین بیگناه بیگناه هم نبوده. شانسش زده اون چیزی که با تو خونش پیدا میکردم پیدا نکردم. تو کاسه دختر از آشی آخه، الحمدلله که پیدا نکردم. دیگه همین چی هستی؟ این روزا اینا اینقدر سهم دارن که یا سمن توش گوه. بابا کی حواظش به ایناست که من خونه از دست تو مهن. چقدر ساده ای. ساده راه را. اینقدر که اومدن اون شهر رو تو خونه ما تن منو میلرزونه، از اومدن اینا نگران نیستم. بی خودی حرف علکی تو هرچی کم میاری گیر بده به این شهران بدبخت. حرف نزن، به این شیرینی بر آفرین. فقط بلد قور بزنه. چه بویم داره. خیلی ممنون، چقدر قشنگه. قابل شما رو قشنگه. ببخشید دیر وقت مزاحم شدم. خواهش. خب احتیاط لازمه. احتیاط از چی؟ احتیاط از کی؟ از مامورای همسایه ها. شما باید احتیاط کنید که با ما رفت آمد میکنی. خیلی عذر میخوام، ما تو این محل شدیم چوب دو سر طلا. نفهمید از همه طرف میخوریم. آقا من این شیشه رو جدیدن عوض کردم، خودتون میتونید برید ببینید. شنیدم بعضیا نادونی کردن، همه که خبر ندارن شما چطور به زحمت افتادی. اختیار داری تا باشه از این زحمت ها. شما چه خبر؟ والا من خبرهای داخلی رو دارم. زندان ها پر شده از زندانی، اینام ناچارن
که بعضیشونو آزاد بکنه. خدا خرابتی مملکت به خیر کنه. خدا میگه تا مردم نخوان تغییر بدن اونم هیچ کمکی نمیکنه. آخر عاقبتشو مردم تعیین میکنه. این مردم همیشه دنبال یکی میگردن بیافتن دنبالی زنده باد مرده باد بگرد. نفرمایید آقا فرخ، این مردم آگاهتر و باشعورتر از همیشه هستن. بله، چایتون سرد نشه. دست شما درد نشه. درست بفرمایید. شیرینی خیلی هم ممنون. الو، سلام علیکم، شب شما بخیر. ممنون. بله بله، همه خوبن. سلام دارم خدمتتون. بچه ها بین شیرینی کی میاجا مامان بیا برای بچهش. شیرینی میخواد نمو دستتون درد نکنه. دستتون درد نکنه مری خان. چی میخوان؟ بله، یه ساعت پیش پیمان به من گفت شما و مادرتون چه کار بزرگی رو انجام داد. اومدم یه تشکر کنم، تشکر ویژه از هوش و زرنگیتون. اختیار دارین، من که کاری نکردم. والا راستش این چه حرفی آشرم. من خیلی هم خوشحال میشم شما تشریف بیارین خونه ما، ولی الان یه مهمون ناخونده داریم که بهتره نیاین. بله بله، اگه شما اجازه بدین من خودم فردا میرسم خدمتتون. آره اینجوری هم بهتره. بله، لطف کردین، خیلی ممنون. ممنون که زنگ زدی. کیمیا، عکس رو یادت خودت گرفتی؟ یه دونه وسط چاپ کردی. چه خوبه، دست درد نکنه. خواهیمش کن، دست درد نکنه، مال خودمه. نرگس، به پیشنهاد من فکر کردی؟ بله. خب؟ کار سعید بود نه؟ توی مدت میدینم همش تو مدرسه و کلاس داره از بابا حرف میزن. اونو ولش کن، فردا یه کار میکنم بیاد ازت عذرخواهی کنم. ولی الان پیشنهاد دارم واسات. چه پیشنهادی؟ ببین کیوان، من و چند تا از بچه‌ها یه کارایی داریم میکنیم که تو هم میتونی کمکم کنی. یه چیزایی میدونم. خیلی بیشتر چیزایی که میدونی. حالا فردا تو راه مدرسه بهت میگم. ولی چی؟ باید راست دار باشی کیوان. خیلی راحت بشی. خیلی زحمت دادیم. ببخشید. زحمت دادیم. دست شما درد نکنه. خیلی خوشحال شدیم. به خدا. شبتون بخیر. خیلی عزیزم. خواهش میکنم. ممنونم آقا فرخ. بازم میگم. اگر کاری گرفتاری داشتیم به خدا قیلی نکنیم. شاید من. این روزه بیشتر از هر کسی همسایه ها به کار هم. بله شما مواظب خودتون باشید. چشم نمیان خانم ها بفرمی. خب خوش آمد. شبت بخیر. خدا بیام اینجا. خدا حافظ شما. خدا حافظ شما. با اجازتون آقای پارسا. ساعتون کم باشید. شبتون خوش آمد. چی شد؟ امین بهت چی میگفت اوتا؟ چیز خاصی نمیگفت. اول تو بگو ببینم این قصه تشکر چیه که به خاطرش اومدن اینجا. قصه تشکر قصه خاصی نیست. دارم بهت میگم اون چی میگفت. وسط عذرخواهی کرد. نه نه. خب چی گفت؟ نرگس چی میگفت؟ نرگس به مکس محمد رو داد. ببین آخه خودم ازش گرفت. حالا تعریف کن ببینم چی. چرا من باید همه چی بگم ولی توی چی نگی؟ تو مگه راضی باشی من بهت میگم قشنگ بگو. چی دیگه؟ فقط معذرت خواهی کردم، چیز خاصی نگفت. یعنی که چی میگم؟ بله بابا جون. اون دختر نرگس چی بهت نگفت؟ هیچی بابا جون. چی میگم؟ کلاسی من حرفای درس معمولی میزد دیگه. واسه من چون این بچه‌ای که زده لط پارت کرده چی در گوشت پچ پچ می‌کرد؟ چیز خاصی نمیگه. من همین هم کلاسیم دیگه، حرفای درسی هم کلاسی و حرفای درسی. بفهم خانم، اینقدر به این نکونام رو دادی که جرأت کنه پاشو بیا در خونه من بگی که اگه گرفتاری داشتیم بیای سراغ من. مرد حسابی تو میتونی گرفتاری کسی حل کنی؟ برو گرفتاری خودت اول حل کن. چه کار به گرفتاری بدبختی من داری؟ شکر نعمت نعمتات افزون کند. یکی هم که بهت محبت میکنه این طوری شکر میکنه. ما اگه نخواهیم کسی به ما محبت کنه باید کی رو ببینیم؟ جالبه ها، همسادا از تمام جیک و پوک خانواده من خبر دارن. خبر دارن آقا زندان بوده، خبر داره من دنبال کارهای استعفام هستم. فرخ جان چه اشکالی داری مردم بدونن که تو خودت هم دل خوشی نداری از این شغلت؟ بابا بذار بدونن که ما هم مثل خودشونیم. وای وای از دست تو. من هرچی میخوام تو رو از این خانواده دور کنم، تو روز به روز بهشون نزدیکتر میشی و بیشتر ادای اینا رو در میاری که بگی ما هم عین شماییم.
اشکالی داره مردم به ما اعتماد کنن؟ فکر کنن ما از خودشون نیم؟ اشکال نداره. اشکال اینه که آقای نکونام با این وضعش با میشه میاد در خونه من. منو نگران میکنه. نگران رابطه کیمیا و نرگس. من نگران این پسره هستم که دائم زیر کوچه کیوان پچ پچ میکنه. خانم من نمیخوام خانوادم وارد مسائل سیاسی بشه. نمیخوای؟ ما رو ببر یه قبرستونی که با هیچ بنی بشری معاشرت نکنیم. تمام. تو با این حرفا داری منو میترسونی. بگو ببینم. باز چهرم شنگه تو این خونه بپا شدی که من خبر ندارم. تو من نمیترسونی ها؟ با کی اوشه که حرف میزدی؟ شهرام؟ خب آره شهرام. باش چی زنی زدی؟ هیچی، میخواست پاشو بیاد دنبال کار استعفاش. من گفتم الان وضعیتم جوری نیست که تو بیای. تو گفتی منم باور کردم. من خرم. بله نسبت.